تصاویر این صدای شادی، صدای جشن آزادانه خود بودنه و نتیجه بیش از 50 سال فعالیت برای باز کردن چشمان قضاوتگر بر تنوع رنگ و سلیقه و دعوت به پذیرفتن و همراهی با انسانهایی که کسانی نیستن جز خواهران ما، برادران ما، فرزندان و عزیزانی که خیلی از اونها در همین لحظه‌ای که داریم با هم نشستیم پای این برنامه وجودشون یا نادیده گرفته میشه یا زیر نگاه‌های سنگین ناآگاهی له میشه. ماه جوان ماه افتخار برای جامعه LGBTQ+ در سراسر دنیاست و وقتی رنگین کمان جای خودش را باز میکنه، خوشبختانه پایان قضاوت و آغاز همدلی و همراهی. به صدای آمریکا خوش آمدید. مگولی اینجا 25 سال پیش از توی ناحیه کسرو وقتی میرفتم تو سان فرانسیسکو میرفتم بیرون، از من خودم به عنوان لزبیان اصلا عادی کنه. من 10 سال تو سیلیکون ولی کار کردم، یک بار کردم که من گیم میدونستن و there's something که من میدونن به نماش حرف رسیم گیم بودن، حالا برعکس شده لزبیان بودن من کوله. اکشن من متنفرم از این بینید شکر من زحمت کشیدم چرنگه این دیوار رو گذاشتیم که هر کار دوستا و فامیل میان یه اثر خوش برام بذارم. اینو بابام نوشته، بابام هفت‌شهر عشق عطار رو به رنگهای رینبو نوشت ولی تکم خودش میدست داره این کار رو میکنه. تنها کسی که در زندگیم بهش گفتم بابام بود 23-4 سال پیش. رفتیم بیشتیم و بریم فیلم گبر رو ببینیم با هم، نشستم روبروش. برای من فکر کنم کمکم به بابام با رو به هم نزدیکتر میکنم. هیچی نگفت، فقط من نگاه کردم. بعد رفتیم گپ به اونا، دیدم که صفر شد. خیلی نشستیم سر فیلم و اینا، احساس کردم دیگه اصلا من نگاه نمیکنم. یه روز طول کشید بعد رفتم. من بابام چندین و چند ساعت صحبت نکردیم بعد از اون، با من دیگه حرف نمیزد. مهسا حکیمی حقوقدان و فعال حقوق جامعه LGBTQ+ از سان فرانسیسکو، خیلی خوش اومدی به برنامه ما دوباره. باز هم مهسا دفعه پیش به عنوان حقوقدان البته تو رو آوردیم. این تصاویری که دیدیم متعلق به 2 سال پیشه در سان فرانسیسکو، در محل سکونت شما کاسترو، محله کاسترو که معروف هست به محله گی سان فرانسیسکو، و این اولین باره که به صورت مستقیم و بدون تابو شما گی بودن خودت را اعلام میکنی. سوال اولم اینه که وقتی که خودت میگی که همه چیز عوض شده و به یه جایی رسیده بودی که دیگه اصلا این موضوع اصلا مطرح نباید میشد، چرا یه دفعه احساس کردی که مهم بود برات همین که فعال بودن در این زمینه، همین که شرکت در برنامه امروز ما با این موضوع سخت و شخصی میتونم بگم؟ لونا جا اولا که مرسی که منو دعوت کردی، هم تو و هم برنامه وی او ای که این فرصت رو دارن میدن که من اینجا باشم امروز. میخوام بهتون بگم امروز اومدن اینجا برای من که از سخت‌ترین تصمیم زندگی من بود، با اینکه من کاملا اوتم تو زندگی شخصی خودم ولی همیشه تو فضایی بودم، تو فضای ایرانیا جایی بودم که حس امنیت و آرامش روحی و ذهنی داشتم و اینکه یه مقداری کنترل داشتم که با کی دارم صحبت میکنم. ولی بعد 30 سال که من کمک کردم هنوز این چندی گذشته تو ذهنم این ترس داشتم که مردم چی میگن، چه عکس العملی خواهم گرفت و مهمتر از همه این که چه عکس العملی خانواده من خواهند داشت. ولی به همین دلیلم میدونم که باید اینجا باشم، چون آدمای مثل من مسئولیت دارن که صحبت کنیم و داستانمو بگیم و ترس اجتماع رو در مورد LGBTQ و اینی که این آدر شدن ما و این دیگر سازی رو بشکنیم و تابوشکنی کنیم. مهسا میدونم که خیلی میدونم قبل از برنامه خیلی استرس داشتی و بهتم حق میدم، سوژه خیلی موضوع خیلی شخصیه و سخته واقعا بیان کردنش، ولی میدونی که چقدر این میتونه کمک کنه به خیلی ها، خیلی خیلی از ماها برای یادگیری و جامعه LGBTQ به عنوان یعنی در واقع که رپرزنتیشن و نماینده داشته باشن. چی شد بعد از 30 سال که یه دفعه احساس کردی که نه جامعه ما هنوز کار داره؟ من خب مدتی من اکتیویستم، من خیلی کارهای مختلف برای حقوق زنان حقوق انسانی میکنم کردم سالها،
و این از بعد از این جنبش زن زندگی آزادی به دلایل مختلف من خیلی دعوت شدم که جای مختلف در فضای ایرانی چه در برای ایرانی ها و چه در عادی یعنی برای دایاسپورا صحبت کنم. و من یک کاری که کردم که قبلا نمی کردم این بود که تو هر اوکازیونی که داشتم سعی کردم بگم که من جزو خانواده ایرانی همون LGBTQ هستم. و چیزی که اتفاق افتاد که در این مدت مثلا چند ماه گذشته کلی با من به من پیغام داده شده، مخصوصا از نسل جوونمون، حتی بچه‌هایی که تو آمریکا به دنیا اومدن. یعنی بعد تشکر از... میکنه. یعنی فکر یعنی بعد از جنبش زن زندگی آزادی در واقع داری میگی دیگه. این 7-8 ماه گذشته در حقیقت. این 7-8 ماه گذشته خیلی به من پیغام اومده که از من تشکر میکنن که من صداشون هستم وقتی میرم میگم که من لزبیان هستم. و چیزی که برای من جالب بود این بودش که این بچه‌ها هنوز دارن این نسل جدید، و این واقعا من شوکه کرد، این نسل جدید هنوز داره همون مشکلاتی رو طی می‌کنه که من 30 سال پیش طی می‌کردم و فکر می‌کردم خیلی پیشرفت کردیم، بلکه زندگی شخصی خود من خیلی پیشرفت کرده تو جامعه و من این مشکلات خودم نداشتم. و این باعث شد که احساس کنم که لازم که صحبت بشه، لازمه که بلکه آدمایی مثل من که واقعا در این مقطع زمان من افتخار میکنم به همه چیزایی که هستم و من احساس میکنم که باید امن خوشونت ها در خانواده و قضاوت ها و این احساس ناامنی که برای این بچه ها و جوان ها هست و باید امن صحبت کنی. برای اینکه حالا برای اینکه گفتی که میدیدید فکر کردی که اینا هنوز در واقع جایی هستن که تو 30 سال پیش بودی، دلم میخواد یکم از تجربه خودت بشنویم به عنوان یک زن لزبیان ایرانی در مراحل مختلف زندگیت چه تجربه‌ای داشتی یا چطوری میتونی تقسیمشون کنی. و بعد دلم میخواد ببینم که بالاخره با پدرت صحبت کردی تو رو پذیرفت یا نه. من مرسی از این سوال، خیلی مهمه، برای اینکه خیلی در این مورد فکر میکنم این روزا به خاطر حرفایی که صحبت که میشه دارم فکر میکنم به امر زندگی خودم. و من واقعیتش که بیشتر عمرم این در 30 سالی که من 30 سال پیش کامل کردم هویت ایرانی بودنم و هویت لزبیان بودنم همش با هم در جنگ بودن و نمیشن توی اتاق توی جمع ایرانی با هم دیگه بیان، برای اینکه احساس امنیت نمیکردم. و این باعث شد که من یه مقدار زیادی خودم کم کم از جامعه ایرانی بیارم بیرون و رفتم. یعنی واقعا تنها جایی که می اومدم جایی بود که یه خانواده هم بوده، آدم هایی که می دونستن و منو سپورت می کردن. ولی امروز من می خوام واقعا تشکر کنم از اون کسایی که با ما بودن، با من هستن، سپورت کردن، به من عشق دادن، به من احساس امنیت دادن، برای که امروز این هویت زن ایرانی لزبیان از هم جدا نیست. و این اکچولی که در واقع به عنوان یک انسان کامل من تو این اتاقا میام و دلم میخواد که بلکه همه اینا به هم دیگه در جامعه ما رفت داره. من یه انسان کاملم با تمام این هویتایی که چرا الان خیلی دارم. خیلی کلمه امنیت تو خیلی میاد. چه اتفاقی افتاده بود دقیقاً؟ آیا اتفاق خاصی افتاده بود که تو رو باعث شد که تو پرت بشی از اون جامعه بیرون، یا به مرور احساس می‌کردی که فضا سنگینه و قبول نمیشی، یا چی میشنیدی، چی می‌دیدی؟ نه مرسی از سوال تو. مثلا اون موقع که من هنوز آدم‌ها نمی‌دونستن که من گی هستم و هنوز این فرهنگ سازی نشده بود و تابو شکنی ها شروع نشده بود، خب مثلا تیر زندگی خب من یه لزبیان داشتم، خیلی سخت بود برام اون زمان کمک کردم با خودم حل کردن مسئله، خودش مسئله خیلی سنگینی بود. مثلا می اومدیم می رفتیم مهمونی جای مختلف دنیا، یهو شروع میکردن جوک های خیلی رکیک، بی ادبی، حرفای خیلی رکیک زده میشد همیشه در مورد گیا، در مورد LGBTQ. و آدم ها فهم میکنن کسی تو اتاق که نیست، نمیدونستن که من نشستم اونجا، خدا میده کی دیگه تو اتاق نشستم که بشه. ولی ما نمیتونستیم حرف بزنیم برای اینکه هنوز اوت نبودیم و خطرناک بود اون موقع. من صحبت 30 سال پیش دارم میکنم و کم کم احساس نمیکردم که من کسی که هستم تو اون جمع جا داره و کم کم هی قطع کردم. و حقیقتش رو بهت بگم
کسایی الان من تو خیلی مجلس، خب وقتی من هستم خب آدما اصلا که این حرفا رو نمیزنن، این که اصلا نمیشه، ولی توجه کردم که حتی من نباشم هم این حرفا زده نمیشه، برای که آدمای مثل خانواده من، مثلا آدم مثل مادر من، شروع کردن توی مدرسه آدما رو چالش کردن که چرا این حرفا رو میزنی. قبل از اینکه دلم میخواد قبل از اینکه راجع مادرت بخوام با جزئیات بیشتر دلم میخواد بپرسم، میخوام ببینم که بابا چی شد. بابا و من خب خیلی سالها در این مسئله با هم کلنجار رفتیم و واقعا خیلی سخت بود براش و واقعا منو نمیتونست قبول کنه. ولی حدود 7-8 سال 9 سال پیش وقتی من تو رابطه جدیدم که اومدم و پارتنر الان منو، وقتی بابا باش آشنا شد، یه شیفت عجیبی شد با پدر من و زن پدر من، برای که اینقدر ما یهو حالا میگم تابو شکنی که این ایده‌ای که دارن در مورد ما تو رابطه هم کی هستیم و چی هستیم و اینا شکست و پدر من اینقدر این انسان والا رو دوست داره که ناخودآگاه حل شد، یعنی به اندازه حل شد که حتی با ما در مورد که با هم ازدواج میکنین، هر جامون میرفیم، واقعا یه رابطه جدید احسن چیز، یعنی اصلا دیگه اصلا حل شد، یعنی بیشتر از پذیرفتن دیگه مطرح نبود این سوال. و اینجوری که داری میگی، برای اینکه وقتی بود که در واقع عشق رو بین شما ها دید و ترسش ریخ، فکر کنم جامعه همش همینه دیگه، ترس از چیزی که ما نمیشناسیم و وقتی میبینیم که عشق بین دو نفره که مهمه و اصلا مهم نیست که اون طرف جنسیتش چیه، برای اینکه اون عشق است که فقط مهمه. پدر تو هم همینو دید. من از اول برنامه هم من دارم به تو میگم گی، هم خودت به خودت میگی گی. اینو یکم روشن کن، چون خیلی فکر میکنن که گی فقط به مرد گفته میشه، ولی اینجا گی به همه میگیم گی. این کلمه تاریخش اینه که اون زمان خب ما این بخش مختلف هویت رو نداشتیم و کلمه اولش گی بود. حالا این سال که جاستن تو زبان ایران، زبان فارسی، ما اصلا کلمه لزبیان نداریم. ما برای گی کلمه بسیار رکیک و زشت داریم، ولی در زبان فارسی کلمه لزبیان اصلا نیست. همون لزبیان رو داشتیم، ولی بارش تا خیلی سالا منفی بود. نه، ولی بعد از این موومنت گی موومنت و LGBTQ موومنت، کلمه لزبیان اومد تو زبان ما، برای که ما هویت اصلا این ایدئولوژی زن بخواد لزبیانش وجود نداشت اصلا. یه سوالی میخوام بکنم مهسا، تو همون دوره که بالاخره تو از جامعه ایرانی اومدی بیرون و اون اتفاق افتاد، ولی همزمان به صورت زیرزمینی با اولین گروه زنهای لزبین ایرانی سان فرانسیسکو رو زیرزمینی شما تشکیل دادید؟ من تشکیل ندادم، من تشکیل ندادم، من تشکیل ندادم، بودن، من به خاطر اون اصلا کمک کردم. چی بود این گروه؟ یه 7-8 نفر زن ایرانی بودن که در سان فرانسیسکو و بی ایریا بودن که اینا زیرزمینی یه برنامه شروع کرده بودن. هیچ وقت ارگانیزیشن فرمال نشدن، ولی مثلا یه گروهی بودن که ساپورت سیستم هم دیگه بودن و من با اینا آشنا شدم. من بودم شماره 7 یا 8 بودم که آشنا شدم از این با این زنای که هنوز با من همه باشون دوستم، خانواده من هستن. یه گروهی به اسم گروه هاشا و ما 30 سال پیش، سال 92 93 94 کاری که اینا میکردن و اون موقع من ما دو نشریه دادیم بیرون در مورد همجنسگرایان ایرانی، برای اینکه اون موقع خطر مرگ بود. اون موقع زمانی که آدمو میکشتن، اصلا حتی نه فقط از ایران بودن، تو آمریکاش هم این یه خطر فیزیکلی بود. و ما دو تا نشریه دادیم بیرون و تمام قصدمون بود که اینا رو ما حتی با ده، یعنی موقع تایپ رایتر نبود، ما باید تایپ میکردیم، کامپیوتر که نبود، باید تایپ میکردیم و ترجمه فارسی و انگلیسی بود. اولین نشریه که برای زنان ایرانی همجنسگرا، ما اصلا کلمه اون موقع کلمه بود همجنس باز،
ما کلی روی مسئله کار کردم، کلمه رو عوض کردم به همجنسگرا، این کوشک بود. حالا بعدا راجع به ضمیرا، اینکه چه جوری صدا میکنیم اعضای جامعه رو، با همکار دیگه‌مون صحبت میکنیم. یه دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. یه سوالی میخوام بکنم مهسا، یه سوالی که خیلی میشه، حتی من وقتی که دوستای مثلا یه کاپل و زوج لزبیان خودم رو معرفی میکنم، اولین سوالی که بقیه یواشکی از هم میپرسن، میگن کدومشون مرده؟ و همیشه باید تو توضیح بدی که خب نه مرد نیست، دو تا زن دیگه اگه قرار بود مرد باشه که خب میشد کپل هتروسکسوال. کلن این کنجکاوی هست برای همه. مناسبات زوجی توی کپل لزبیان چطوریه؟ ببینید این سوالی که هنوز که از من میپرسن، هنوز هم نمیدونم دقیقا چه جوابش بدم، اگه همیشه هنوز شوکه میشم این سوال از من میکنن، برای اینکه ما طبق استاندارد زن و مرد که با هم نیستیم، ما همجنسگرا هست، ما مثلا یه چیز دیگه هست، ولی بلکه آدم ها عادت دارن به این چیز که زن و مرد باید باشه. ما دوتا زوجیم، دوتا همدمیم. من و مادرم گفت، مادر بزرگم گفت برای آرزو همدم خوب دارم. دقیقا، همدم و همراه خوب. و میدونم که مادرت هم نقشش خیلی مهم بوده و ساپورت خیلی خیلی تو رو ساپورت کرده. واقعا 20 ثانیه اگه میشه راجبش بگو، اما متاسفانه وقتمون تموم شد. مادر من این حال بزر بقیه اگه دار تموم شد بزر بگم مادرم و یه بحث جالب صحبت مادرم که دیگه عشق زندگی منه، ولی مسئله حامیانه. من می‌خواستم مطمئن شم تو این برنامه ما صحبت کنیم در مورد که ما LGBTQ خودمون میدونیم چه مسئولیتی داریم در قبال جامعه، ولی من می‌خوام دعوت کنم به حامیامون، یعنی ما به عنوان دوست و حامی چه کار میتونیم بکنیم. من آدمی که هستم به خاطر اون لحظه که مادرم پشت من باشد و بعد خانواده من و بعد دوستای من بعدم پدرم، این خودش باعث میشه که من بتونم تابو شکنی بکنم، من جزی از جامعه بشم. و من میخوام دعوت کنم که چون فضایی که ما نیستیم، شما باید صدای ما باشین و فرهنگ سازی کنین و کنار ما باشین و تابو شکنی رو بکنین، بلکه تا این کار نکنیم این مسئله حل نمیشه. و ما کنار شما هستیم و میدونم که الان ماه ژوئن ماه پراید هست، میدونم که تو سان فرانسیسکو برای اولین بار بنیاد رها که مقرش در لس آنجلس هست به طور سازماندهی شده رسما همگی دارین در گی پراید شرکت میکنیم. مطمئن هستم 25 ژوئن مطمئنم که تصاویرش هم به دست ما خواهد رسید. مهسا مرسی از اطمینانی که به ما کردی، به شبکه ما کردی. امیدوارم تو رو به زودی داشته باشیم و میریم سراغ همکار دیگرمون که روزیتا که همین الان در گی پراید واشنگتن دی سی در هوای گرم. روزیتا چه خبره؟ پشتت خیلی باحال به نظر میاد، رنگا و آمبیانس. دقیقاً لونا، ما یک منطقه رو انتخاب کردیم که بتونیم این حال و هوا رو به بیننده هامون نشون بدیم. پرچم‌های رنگین کمان، بالون‌های رنگین کمان در تمام سطح شهر واشنگتن دیده میشه، به خصوص خیابون 14 جایی که ما ایستادیم. و بسیاری از کسب و کارها به همین مناسبت این پرچم‌ها رو نصب کردن در همراهی با رژه افتخار. با دو نفر از همراهان در این قسمت بخوام باهاشون صحبت بکنم. نیما نیا، کنشگر جامعه LGBTQ+. نیما، در طول برنامه مهمانان از تجربیات خودشون گفتن، داستانشون رو روایت کردن. من همین سوال رو از تو میخوام بکنم، داستان تو برامون روایت کن. ببینید، روایت کردن در رابطه با تجربه زیسته یک فرد کویر یه مقدار دشواره، به دلیل اینکه در طیف گسترده افراد LGBTQ افراد هیچ کدوم در یک جایگاه نیستن. اینقدر این طیف متنوع است که شامل همه نمیشه. اما اهمیتی که هست اینه که روایت‌های شخصی ما مهمه، روایت‌های شخصی ما سیاسیه، روایت‌های شخصی ما انقلابیه. به عنوان یک فرد کویر نامباینری که تجربه زیسته هم در ایران رو داره، در ایرانی که تحت سیطره شدید مردسالاری، تحت سیطره یک در واقع حکومت دیکتاتوری ستمگر بوده در واقع، و بعد از مهاجرت، دو تا تجربه متفاوته. اما اولین چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که
در واقع آزادی سقف نداره، آزادی بیکرانه و ما به عنوان یک فرد کویر برای هر روز زندگی، برای هر روز رسیدن به اون در واقع منابع و اون جایگاه اجتماعی که میخوایم باید بارها بارها بیشتر از بقیه افراد غیر LGBTQ جامعه تلاش بکنیم. زندگی خارج از مرزهای ایران آزادی‌های اجتماعی بیشتری رو به آدم میده که این باعث میشه باعث شناخت و پذیرش بیشتر خود آدم نسبت به آنچه که هست میشه. ممنون نیما. نیلوفر جبلی یکی دیگه از همراهان این قسمت هست به عنوان پنسکشوال. نیلوفر، در طول برنامه از همراهی خانواده ها هم صحبت شد، از تجربه خودت برامون بگو. من خیلی شاید یه کیس خاصی توی خیلی از کسایی که میشناسم هستم که واقعا خوشبخت بودم که این فرصت رو داشتم که اولا با مادر پدرم رابطه داشته باشم که بتونم باشون راحت باشم. البته که من پدرم هنوز نمیدونه، ولی چند سال پیش وقتی که خودم مطالعه کردم، بیشتر با خودم آشنا شدم، کشف کردم، متوجه شدم این گرایش که من همیشه داشتم و هویتی که داشتم یه چیزیه که توی خیلی جای دنیا شناخته شده است و قبول شده است، پرچم خودشو داره، حامیای خودشو داره. و تصمیم گرفتم با مامانم صحبت کنم، بهش زنگ زدم، موقع ایران بود، بهش گفتم، تلفنی صحبت کردم، نمیخواستم ویدیوی استرس داشتم اگه بخوام ویدیوی صحبت کنم و بهش گفتم و خیلی خوششانس بودم که مامانم گفتش که من فرزندم برام مهمتر از اینه که چه هویتی باشه یا چی باشه، اولویت رابطه مادر فرزندیه برام. لونا، این رو هم خاطر نشان کنم که الزاماً تمام افرادی که در رژه افتخار شرکت میکنن جزو گروه LGBTQ+ نیستن، در همراهی با این افراد در این رژه شرکت میکنن تا حمایتشون رو نشون بدن. لونا، مرسی روزی، تا دقیقاً درست میگی و تابیک برنامه ما هم هستش همراهی، پایان قضاوت و همراهی. همکارم رامین حقجو در استودیو به ما ملحق شده. رامین خیلی خوش آمدین. اول از اون اول برنامه تا حالا که داشت اینجا نشسته بودی چند تا غلط از من گرفتی. ما همینجور اشتباه میکنیم آخرش تا بخوایم درست یاد بگیریم داستان چیه. یکی این که به من گفتی که پرچم، یکی که به من گفتی رنگین کمان، گفتی جدا نوشتی یا گفتی دیگه نمیگن رنگین کمان، چی گفتی دقیقاً؟ بحث رنگین کمان موضوع اینه که خب از پرچم اومده و پرچم رنگین کمان در حال حاضر تمام اخشار جامعه LGBTQ+ رو در زیر مجموعه به عنوان چتر نیستش، همه رو در بر نمیگیره. رنگ پرچم بچه های نانباینری ترانس همه اینا متفاوته که بعد از مرور زمان و سالها اضافه شده به پرچم و پرچم در واقع تغییر کرده چند ساله. پس ما دیگه نباید بگیم رنگین کمان، فقط باید بگیم جامعه LGBT. بعد گفتی که گی پراید هم نمیگن، میگن LGBTQ+ پراید. این ماه افتخار برای تمام جامعه LGBTQ+ هست. یه دور دیگه بگیم LGBTQ+ چه هست؟ لزبیان، گی، بایسکشوال، ترانسکشوال، کیو هم که به معنی کویر هستش، پلاس هم برای نان باینری، ایسکشوال، نان باینری و اون پنسکشوالی که نیلوفر گفت. پنسکشوال چیه؟ پنسکشوال در واقع واژه‌ای یعنی در ترجمه فارسی میشه گفت نداره تا اونجایی که من میدونم، ولی خیلی آشکار نظر آره دقیقاً یه مقدار فعلا وقت نیازه برای پیدا کردن کلمات یا ترجمه درستی برای. ولی یعنی چی در عمل؟ پنسکشوال به نظر میاد اگر همه جنس خواه فکر کنید، یعنی این که تو اوپن باشی فقط عشق مهمه، بله، دیگه از مهم نیست که زن مرد. اون پن در واقع همون به همون پهنا برای گسترش طیف هم میشه گفتش. رامین، توی زبان انگلیسی، حالا که گفتیم انگلیسی و فارسی هی ما این تفاوت ها رو داریم، الان به خصوص تو هر جایی حتی توی ساده ترین وبسایت ها که میری اسم نویس ثبت نام میکنی ازت میپرسن چجوری میخوای صدا زده باشه. حتی توی اینستاگرام ما اکانت همون نوشته که بگین she, he, her, them, they, the اینا. خب ما به فارسی که زبانمون جنسی نداره، پس برمیگردیم به اون بخشی که زن و مرد رو
تصمیم میگیریم به کی بگیم زن، به کی مرد؟ آیا هنوز ما میتونیم هر کسی که ظاهرش به نظر ما زنونش بش زنونه هست بهش بگیم زن یا بگیم مرد؟ چه جوریه داستان؟ خب لونا، در واقع زبان متغیره. مثلا تا 10 سال پیش ما واژه مناسبی برای توصیف افراد نان باینری یا همون افراد با جنسیت غیر دوگانه در فارسی نداشتیم، اما خب الان میبینیم که این موضوع در جامعه از طرف فعالان حوزه کویر با انتشار متن‌ها و بیانیه‌های مختلف در حال آموزش هستش. پیش از استفاده کردن از واژه‌هایی مثل مرد و زن، آقا و خانم برای اعضای این جامعه، باید قبل از هر صحبتی مطمئن بشیم که فردی که در مقابل ما قرار گرفته آیا اصلا خودش رو در چارچوب زن و مرد قبول داره یا خودش رو نانباینری، یا بهتر بگم هویت خودش رو جنسیت غیر دوگانه میدونه. در واقع مطمئن بشید که فرد خودش رو به چه شکلی هویت یابی میکنه، یا حتی واژه چتری نادرستی مثل دگرباشان جنسی و جنسیتی، چون بارها از طرف فعالان این حوزه عنوان شده که این واژه نمیتونه در برگیرنده تمامی هویت های جنسی و جنسیتی یا عاطفی باشه. بهتره که از واژه هایی مثل واژه اقلیت های جنسی و جنسیتی و یا واژه افراد جامعه LGBTQ+ استفاده بشه. در واقع دگرباش بار کنشگری داره و ما نمیتونیم این بار رو روی تمام افراد این جامعه بذاریم. یا حتی واژه‌ای مثل تراجنسیتی که ترجمه نادرستی در فارسی بود که مدت‌ها حتی در رسانه‌های جریان اصلی برای افراد ترنس استفاده می‌کردن، واژه نادرستی که امروز جای خودش رو به ترنس یا ترانسجندر داده. در واقع این کلمات در طول زمان هستن که معنیشون تغییر می‌کنه با دانش روز و تطبیق پیدا می‌کنه. یا مورد دیگه‌ای که باید مراقب اون باشین دث نیم هستش که معادل فارسی نداره و برای افراد جامعه ترنس استفاده میشه. در واقع وقتی یک فرد جامعه اعلام می‌کنه من از امروز مرد یا زن ترنس هستم، از اسمی که در گذشته و در زمان تولد بهش داده شده نباید استفاده کنیم، مگر اینکه خود فرد با اون اسم راحت باشه و اون رو انتخاب خودش بدونه. به طور مثال زمانی که مازیار لرستانی یکی از هنرمندان داخل ایران بود که عنوان کرد که یک مرد ترنس آشکارسازی کرد، گفت من از امروز مازیار لرستانی هستم. پس ما دیگه نمیتونیم و نباید از نامی که در زمان تولد بهش در واقع داده شده استفاده کنیم. رامین یه دقیقه دیگه وقت داریم. خب مسلماً هر کدوم این سوژه‌ای که تو داری دست می‌ذاری روش، هر کدوم واقعاً میشه 3 ساعت برنامه روش درست کرد و ما خیلی هنوز چیز داریم که یاد بگیریم و متأسفانه بلد نیستیم، ولی خدا رو شکر منابعش هم داریم، شما هستین برای اینکه اینجا به ما بگین و هیچ کس بهتر از اعضای خود جامعه LGBTQ+ نمیتونه بهتر از این به ما بگه که به من بگو یه نمونه یا دو نمونه از صحبتایی که مثلا حرف و سوالایی که ما می‌کنیم از روی کنجکاوی یا هر چیزی و نباید این کارو بکنیم. دو تا نمونه که خیلی زیاد هست و به من بگو. لونا باید برای این سوال باید بگم که نگاه‌های ترحم‌آمیز کنار گذاشته بشه. واژه‌ای مثل ما درکت می‌کنیم، خدا خواسته و این چنین واژه‌ای استفاده نشه. در واقع نگاه‌های از بالا به پایین کنار گذاشته بشه و در رابطه با روابط جنسی و عاطفی بچه‌های همجنسگرا و جامعه LGBTQ+ هم سوالی پرسیده نشه. یعنی در واقع حریم خصوصی و اون حریم خصوصی باید احترام گذاشته بشه باشه. تو خودت الان هم سرت رو دیدیم نیما، آرزوی خیلی از بچهای جامعه LGBTQ در ایران هست که بتونن همچین فرصتی داشته باشن که بتونن خانواده خودشونو تشکیل بدن و متاسفانه در ایران نمیتونن. با یکی از اونها یه دقیقه صحبت کردیم، آزاد، که به خاطر حفظ امنیتش البته صورتش رو نشون نمیدیم، با هم گوش میکنیم که چی داشت بگه. تو اول جون وقتی مادر من پست این استار رو دید، خب مامان من خیلی سریالای ترکی اینا میبینه و وقتی دید اکثر این بازیگرای اینستاگرام دارن از اول جون رو تبریک میگن به LGBT، پس من اومد پرسید گفت چیه پراید، ماه پراید چیه، همه تبریک میگن و پرچم شما ها رو میذارن و من براش توضیح که دادم. یادمه اون شب که از سر کار برگشتم با دوست پسرم خونه، مامانم برامون کیک درست کرده بود، دسر درست کرده بود و به اون تبریک گفت و ما رو بوسید و اون لحظه خیلی حس خوبی بود. همین الان ممکنه یکم احساساتی بشم. ما هیچ وقت نمیتونیم روزی توی ایران لباس دامادی بپوشیم و فامیلامون رو دعوت کنیم، یا هیچ وقت نمیتونیم حتی روزی برای بتونیم بچه اداپت کنیم. میدونیم نمیتونیم یه خانواده ای رو اینجا بسازیم و همش باید این ترس رو داشته باشیم که کسی نفهمه. من دوست دارم در آینده یه دختری داشته باشم که اسمش رهاه، چون دوست دارم رها بودن رو یاد بگیره هم از ما
هم از تمام دختره ایران. من دوستم الان بیام عشقای تو رو پاک کنم رامین. مرسی، تا به زودی، شب خوبی داشته باشید.